خانم آقایون، درود بر شما. به برنامه دیگری از شوت گل آفساید خوش آمدید. من محمود سرابی از لندن به شما درود میفرستم. در آغاز به هر حال الان مهمترین خبرهای هکی هست درباره فوتبال در ایران. بازی تیم ملی ایران مقابل تیم‌های ازبکستان و کره جنوبی، فوتسال که در جام جهانی داره به مراحل بالاتر میره و نوجوانان ایران که موفق شد جواز صعود به بازی‌های جام جهانی نوجوانان جهان رو دریافت کنه. اگر بخوام من به همین سه موضوع در اول برنامه بپردازم، شاید اشاره داشته باشم اول به بازی‌های تیم ملی و شرایطی که الان در ایران درست کردن، یعنی یک خط مافیایی بیمارگونه که سعی می‌کنن تو این سال‌های اخیر جلوی فعالیت‌های آقای کیروش سنگ بیندازن. ساده‌ترینش اینه که حالا اگه بخوایم دیگه خیلی منصفانه به قضیه نگاه کنیم، سازمان لیگ که مسابقات رو برگزار می‌کنه اومده و از چند ماه پیش برنامه‌ریزی کرده و گفته که تیم ملی برای این دو بازی این زمانها رو نیاز داره که بره اردو و بعد مقابل این دو تا حریف مهم، دو تا حریف قدر بازی کنه. همون موقع بسیاری از مربیان به به و چهچه و همه چیز خوب است و همه چیز ببینید، میخوام بگم یعنی شکل قضیه برای آگاهی شما میگم که علاقه‌مند به فوتبالی بدونین و اونایی که تو ایران میبینن که اگر این تیم موفق نشود، اون زمانی است که مردم واقعا باید بیان بیرون و برن یقه این نامسئولان رو بگیرن و هر اون چی که سزاشونه کف دستشون بذارن. حالا یه دفعه اومدن همه حمله کردن به اینکه آقا این مربی اومده تمام باشگاه ها رو بدبخت کرده، مسابقات رو تعطیل میکنه، از اون برانکوی که ادعای حرفه‌گری میکنه که مثلا فرزند ایرانی است و کارنامه فلان و چنان دارد، تا دیگه از این دم پایی‌های مثل مایل کوهن و زالوهای ورزش. خیلی خنده داره. چند ماه پیش برنامه رو اعلام کردن، اینا همه برنامه رو دریافت کردن، هیچ اعتراضی هم نکردن. حالا که نزدیک به مسابقات مهم و سرنوشت‌ساز تیم ملی برای صعود به جام جهانی روسیه است، یه دفعه این صداها اعتراض بلند میشه و فضا درست میکنن و کیروش رو و تیم ملی رو به عنوان یک مقصرینی که اومدن حریم باشگاه رو شکوندن. بعد هم مثال میزنن، ببینید قطر اینجوری تعطیل میکنه، نه اونجا اینجوری تعطیل میکنه. خیلی جالبه، اینا نمیرن بگن همین قطر یا امارات یا ژاپن یا کره جنوبی که مثال میزنن کارهای دیگرشون رو چیکار میکنن. برنامه‌ریزی و مدیریتشون رو چرا نمیرن الگو کنن؟ ساختار فوتبالشون رو چرا نمیرن الگو کنن؟ چرا سالم بودن فضای فوتبالشون نمیرن در فوتبال ایران پیاده کنن؟ برای اینکه این جماعتی که به اسم جمهوری اسلامی اومدن ایران رو اشغال کردن، از موفقیت، غرور، شادمانی ملت ایران میترسن، خوششون نمیاد ظاهرا. چرا؟ الان ببینید تیم ملی نوجوانان رفته، یعنی جواز صعود به جام جهانی نوجوانان جهان رو گرفته. خیلی خب، این تیم دقیقه 90 اومدن از حمید علی دوستی، بازیکن بسیار خوشنام و صاحب نام فوتبال ایران که مربی نوجوانان بود، لحظه آخر گرفتن دادن یه مربی دیگه به یه دلیل واهی، به هیچ دلیلی. خب این تیم به هر حال پایش رو آقای حمید علی دوستی، بازیکن خوب سالهای دور باشگاه هما گذاشته و فکر کنم خب به این صورت این تیم حالا میره چهار تا بازی میکنه میبازه و برمیگرده دیگه، مثل همیشه، مثل 37 سال 38 سال گذشته. ولی تو به محضی که این تیم حالا خوششانسی قرعه آسون تیم خوب کار کرده، همه اینا داخل تیم صعود کرده، از البته ادامه بازی ها در داره پیگیری میشه، حالا تو قهرمانی جوانان نوجوانان آسیا،
ولی بحث اینه که یه دفعه حالا از اون ناوزیر ورزش گرفته تا آبدارچی فدراسیون فوتبال همه سینه سپر میکنن و بیانیه و اطلاعیه صادر میکنن، شاد باش میگن، تبریک میگن. خجالت آوره. حالا شد تیم مقدس نوجوانان فوتبال ایران رفت جام جهانی، این مقدسه رو آوردن چسبوندن این وسطش. به هر حال این بحثا رو میکنم که برای آگاهی شما، بدونی که نسل جوونی داره اونجا زیر دست و پای این رژیم ضد ایرانی شاهکار میکنه. هر موفقیتی که تو ورزش به دست میاد شاهکاره، شاهکاره. نسل طلایی جوون ایرانیه. یعنی هیچ کاری، اگر بخوام بریم به آمار و ارقام نگاه کنیم، اگر بخوام بریم به مدیریت و برنامه‌ریزی نگاه کنیم، اگر بخوام بریم به هر چیز فنی نگاه کنیم، این رژیم و این دستگاه ورزش هیچ گونه کمکی در راه رسیدن به این موفقیت رو انجام نده، جز اینکه سنگ انداخته بناویر مختلف. الان فوتسال به هر حال اومده جز 4 تا. مهمترین موفقیتش این بوده که برزیل رو برده. در باره فوتسال شاید بد نباشه اینو من بگم که از زمان خود ما، یعنی خود ما که میام یافی میرم 55 سال عقب، ها بیش از نیم قرن، خود ما 5-6 ساله بودیم تو کوچه 2 تا سنگ میذاشتیم 2 به 2، 3 به 3، 4 به 4، 5 به 5 بازی میکردیم. خب اون زمان فوتسالی نبود که، اسمش فوتسال نبود، بازی سالونی نبود، همین بازی های کوچه تو کوچه بود، جایی که مردم عبور میکردن، ماشین میومد میرفت، داستانی بود. حالا اونا برای خودش چرا ارزون ترین ورزش بود؟ یه توپ پلاستیکی اون موقع میخواست که 5000 بود اون موقع فکر کنم، این دولای ملایی هم نه، همون یلایش کافی بود چون جنسش خوب بود. نه 5000 اون بزرگاش بود، اون بزرگ داشت، اون کوچیکش 2000 بود. 2000 میدادیم یه توپ میخریدیم. حالا 4 نفر بودیم به قول گفتن 4 تا 10 میذاشتیم. اینا قصه نیست، اینا واقعیت ها. من یادم همین گل کوچیکا رو اون وقت ما با کیا بازی میکردیم، مثلا بچه‌ای که اون موقع بودن همون باشگاه این بازی بعد رفتیم، ناصر مسلمی بود، ایرج دانایی فرد بود، محمد پنجلی بود، بچه‌ای که اون دوره اونجا همه بچه محل بودیم به قولی گفتنی، عباس نوروزگار بود یادش بخیر و خیلی دیگه، مشتبه عباسیان بود، فراد امینی بود، اینا هر کدوم باشگاه واسه خودشون کسی بودن. ولی فوتبال اصلی ما این گل کوچیکه بود. بحثم اینه که فوتسال ریشه داشت تو ایران، تو ایران نه تهران فقط، میرفتی جنوب که دیگه واویلا بود. جنوب هر جا میدیدی بچه های جنوبی بدون کفش داره پا برنه، استاد این گل کوچیکا بودن. واقعا اگر فوتسال اون زمان خودش بود، الان به جایی که فالکو بشه اسطوره فوتسال جهان، ابراهیم قاسمپور میشد، برزگر میشد، برزگری میشد، عبدالرضا برزگری، که واقعا این انقلاب زمانی شد که اوج استعداد این بچه بود که متاسفانه این وسط حروم شد. چون نسل جواب اینا رو که ندیده که، من وقتی میگیم اینا واسه میاد بالاترین الگوش میشه علی دایی. حالا نمیخوام بگم علی دایی رو مثلا نفیش کنم، ولی علی دایی من مونه یکی که فوتبال بازی کرده، مربی کارشناس فوتبال اینا رو میفهم دیگه. علی دایی خدای من شده اگه جمعش کنی یه پای عبدالرضا برزگری نمیشد. اون زمان فوتبال فرق میکرد، اون زمان اینجوری نبود که مسابقات متعدد، مسافرت‌های متعدد، تیم ملی سالی 2-3 دونه بازی میکرد، مگه یه مسابقاتی بود که اونم یه 6 تا بازی میکرد که از اول تا آخرش قهرمان میشد برمیگشت. به هر حال منظورم اینه که فوتسال تو ایران ریشه داشته. وقتی هم فوتسال به عنوان یه ورزش رسمی آغاز به کار کرد، ما جز برترینای جهان بودیم. ولی امثال همین مایل کوهنا که طبق همین زد و بنده اومدن
همه جا میخواست باشه مربی تیم ملی نوجوان ها، میخواست باشه مربی فوتسال، میخواست باشه مربی بزرگسالان، شد همه چی رو بر اساس بی‌لیاقتی و عدم کفایت ولی با وقاحت و پرو زده بندهای سیستم مافیای جمهوری اسلامی. اون الان به جای رسیده که وقتی میگیم چهارم میشیم، آره با این امکاناتی که داریم چهارمی یعنی قهرمانی جهان. حالا ان شاءالله که تا بالاتر هم برن. حالا بحث هم این است که این فوتسال، این نوجوانان و این بساطی که الان برای تیم ملی دارن علم میکنن، اینها یه مجموعه است به نام سیستم جمهوری اسلامی که تمامش انرژی منفی صادر میکنه. ولی نسل طلایی که هر گوشش رو که میبینی یه خلاقیت رو به کار میاره، با همین امکانات ناچیزم حد اکثر موفقیت رو به دست میاره. دنبال برنامه رو هم پی میگیریم. این بخش رو اختصاص دادم به نگاهی ویژه‌ای به بسیاری از قهرمانان خوب فوتبال کشورمون. در همه جای دنیا رسم بر اینه که وقتی قهرمانی در یک رشته ورزشی به آخر خط میرسه و به دوران پایان قهرمانی میرسه و اون ورزش خاص، حالا هرچی از کشتی و تنیس، فوتبال، والیبال، خداحافظی میکنه، اهالی اون ورزش یه مراسمی رو به عنوان خداحافظی برگزار میکنن. این خداحافظی هم تلخه هم شیرینه. تلخه که برای قهرمانی شاید بد نیست اینو شما بدونید. میگه قهرمانان دو بار میمیرن، یعنی که یه بار که به هر حال وقتی به عمر طبیعی میمیرن یا به هر حال بعد از سر یه حادثه میمیرن، یه زمانی که میرسن به پایان خط قهرمانی، خب لمس این فضا برای اکثریت مردمی که ورزش قهرمانی نکردن و فقط هوادار ورزشن شاید زیاد قابل لمس نباشه، ولی برای یک قهرمان خیلی سخته. قهرمانی که وقتی میخواد خداحافظی کنه، تا همین چند وقت پیشش بوت مردم بوده، محبوب مردم بوده، هر جا میرفته دورش حلقه میزدن، رو دست بلندش میکردن، چه میدونم عکسش هر هفته تو نشریات بوده، تو تلویزیون باش مصاحبه میکردن، به هر حال چهره روز بوده. حالا ممکن این طول قهرمانیش 5 سال بوده، 10 سال بوده، 15 سال بوده، ولی به هر حال عمر قهرمانی یک زمانی تموم میشه و این تموم شدن برای قهرمان خیلی غم انگیزه و بعضی موقع خیلی سخت که قهرمان با دنیای قهرمانی کنار بیاد. خب بسیاری از قهرمان خیلی سریع خودشونو به جرگه مربیا اضافه میکنن و سعی میکنن که از اون ورزششون دور نشده باشن، ولی حالا به عنوان مربی. ولی دنیای مربیگری هم فرق میکنه، اونجا دیگه مورد اون همه عشق و احترام و علاقه دیگه نیستن، همون آدمن، ولی وقتی مربیگری میکنن دوچار به هر حال عدم موفقیت میشن، تیماشون یا نفراتشون موفق نمیشه و دیگه کسی اینجا قهرمانه رو کاری نداره که دیروز خود این بوده، میان سراغ مربیه، همه کاسکوزار سر مربیه میشونن، روزنامه بهش حمله میکنن، انتقادای تون بهش میکنن و فضای قهرمانی شخص با فضای مربیگریش خیلی تفاوت میکنه. اونجا یه عزیز دردونه است، اینجا یه آدمی که زیر تیغ تند انتقاده، تازه اگه بخواد بره تو این دنیا. وقتی من نگاه میکنم سرمایه بسیار بزرگی از ایران به دلیل حضور این نظام ضد ایرانی بیرون اومدن. اگه بخوام کشتی رو بگم، به عنوان مثال بخوام بگم عبدالله موحد، پهلوان اسکندر فیلابی، محمد قربانی، اینا میتونستن تو ایران چه کارهایی بکنن و خیلی کسای دیگه. حالا من اسمم همینجوری نمونه میگم. میگم تو فوتبال نگاه میکنیم،
پرویز قیلچانی، بهرام مودت، اسقر ادیبی، حسن نایب آقا، عباس روزگار و خیلی کسای دیگه. اینا سرمایه ملی هن. سرمایه ملی کشوری فقط نفت نیست، همین انسان ها هن که میتونن تو زمین های مختلفی یک کشور رو به سوی تعالی پیش ببرن. و تو ورزش متاسفانه این اتفاق تلخ افتاد که بسیاری از سرمایه های ورزش ما از بدنه ورزش کشور جدا شدن و به گوشی کنار دنیا پرت و پلا شدن و هم نتونستن تجربیات و علم و دانش خودشون رو به ورزش تزریق کنن و هم میشینن و افسوس میخورن برای اینکه این موقعیت چرا، نه افسوس که چرا اینجا هستن، حتما خودشون انتخاب کردن و افتخارم میکنن به این قضیه، ولی افسوس از اینکه چرا نتونستن این همه دانایی رو به جوانای نسل ایران هدیه کنن. وقتی به همین چند تا اسمی که بردم نگاه میکنم، همه اینا تحصیل کردم هستن، یعنی مهره گم شده ورزش قدیم حتی که ما تحصیل کرده خیلی کم داشتیم، اکثر اینا تحصیل کردن، هم اسم بزرگی هستن، هم چهره های خوب و خوشنامی هستن و هم تحصیل کردن. و متاسفانه این سرمایه ها که گفتم مهمتر از نفت و خیلی چیز دیگه هستن، در گوشه کنار دنیا پخش و پلا و امید روزی که این سرمایه ها برخلاف با این تجربیات گرانبها برگردن به ایران و به شما قول میدم حداقل ورزش ایران رو گلستان خواهند کرد. از این هفته در فضایی از نظر زمانی که داریم سعی میکنم در واقع به جام جهانی روسیه بپردازیم. ایران در دو بازی که در پیش رو داره به مصاف کره جنوبی و ازبکستان میره، یعنی دو حریف اصلیش تا حالا البته رو جدول. شاید بد نباشه امروز نگاهی داشته باشیم خیلی سریع به تیم کره جنوبی، کره‌ای که 9 بار به جام جهانی رفته و بزرگترین افتخارش اینه که در سال 2002 به مقام 4 جام جهانی رسید و این بالاترین افتخاری است که یه تیم آسیایی تا حالا کسب کرده. هرچند بازی در یعنی جام جهانی 2002 مشترکاً در ژاپن و کره جنوبی برگزار شد و این هم از افتخارات بسیار خوبه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا و آقای سپ بلاتر بود که جام جهانی رو آوردن آسیا. در اون سال آقای هدینگ مربی کره جنوبی بود. کره جنوبی به هر حال مثل همه کشورهای ساب فوتبال هر 10 یه پوسته میندازه و الان کره جنوبی در واقع یه تیم پرستاره ولی جوون و هماهنگ داره. در لیست 23 نفره آقای اولی اشتلیکه، اونه که با فوتبال آشنان، اشتلیکه یا اشتلیکه مدافع خشن و بیرحم آلمان رو خوب میشناسن. اشتلیکه از اون بازیکن بسیار متعصب بود که در دفاع تیم ملی آلمان سالها بازی کرد و سالیان سال هم از در کشورهای مختلف مربیگری میکنه و الان مربی تیم کره جنوبی که در دو بازی ابتدایی همین مسابقات با 1 برد و 1 مساوی 4 امتیاز با ایران تقریبا همین پیازه، ولی ایران به خاطر گل آوراژ بهتر در مکان دوم ایستاده و ازبکستان با 2 برد و 6 امتیاز در مکان اوله. در لیست 23 نفره آقای اشتلیکه 15 لژیونر حضور دارن که شاید شاخص‌ترینشون اگه من بخوام بگم باید گفت که کی سونگ یانگ بازیکنی است که در تیم سوانسی بازی میکنه، لی چونگ یانگ در کریستال پالاس بازی میکنه، کوچا چول اگزامبورگ یا اگزبورگ آلمان بازی میکنه، سون هینگ مین در تاتنهام بازی میکنه و
در همین هفته در مسابقات باشگاهی برای تاتنهام دو گل به ثمر رسوند. بضاعت آقای اشتلیکه خب به مراتب پرتر دستش تا آقای کارلوس کیروش، هم به دلیل بازیکنان لژیونرش که در باشگاهی به هر حال سابنای بازی میکنن، اونم در لیگ برتر انگلیس که یکی از برترین لیگ‌های جهانه، برای حضور همین چهار بازیکن خودش میتونه نقش بسیار حیاتی در این بازی‌ها داشته باشه، و همین که این 15 لژیونرش در باشگاه‌هایی بازی میکنن که فوتبال قاعده با قاعده برگزار میشه، یعنی در باشگاهی که حرفه‌ای عمل میکنن، حرفه‌ای بازی کنن، تعلیم و تربیت میشن و مثلا در تیم ملی هم از اون تربیت حرفه‌گری استفاده میکنن و برای آقای شلیکه خیلی راحت تر بازیکنای تو دستش باشن که از لیگ بهتر و برتری میان، آمادگی بیشتری دارن، تاکتیک پذیرترن، با مربی بزرگتری کار کردن. در مقابلش خب به هر حال تیم ایران از خیلی چیزا و مهمتر از همه آقای اشتلیکه از حمایت همه جانبه فدراسیون فوتبال کره جنوبی بهره‌منده که تمام تحصیلات در اختیارش قرار میدن، از بازی‌های دوستانه با تیم بسیار بزرگ گرفته تا هر آنچه که نیاز یه تیم ملیه. برخلاف تیم ملی ایران و کارلوس کیروش که برای حد اقلها باید بجنگن، از پیراهن گرفته تا یک زمین استاندارد تمرین، و پنجشنبه در رو ازبکستان صحبت خواهیم کرد. به هر حال آنچه که مسلمه آقای اشتلیکه تو در فوتبال آلمان پرورش پیدا کرده، مهمترین شاخصش نظم و انضباط تیمیه که معمولا میگن مربی آلمانی در هر جایی که هستن مثل یه افسر ارتش، در واقع یه نیروی نظامی رو انگار تربیت میکنن و میتونه در یک فوتبال این خیلی مؤثر باشه. و قدر مسلم کره جنوبی همونطور که گفتم با 9 بار حضور در جام جهانی برای 10 بار تلاش میکنه که خودش به جام جهانی برسونه، و این هفته سرنوشت‌ساز است هم برای ایران، هم برای کره جنوبی و هم برای ازبکستان. به هر حال دنبال برنامه رو با هم پی می‌گیریم. در این قسمت برنامه من اول یه توضیح باز بدم. 100% من پنجشنبه این قول به شما دارم، پنجشنبه من به شما خواهم گفت که یک شنبه ها برنامه ما از چه ساعتی پخش خواهد شد، و حتما ظرف امروز و فردا با آقای شجره صحبت خواهیم کرد و ساعت دقیق پخش برنامه رو به شما اطلاع خواهم داد و دقیقا از کی آغاز خواهد شد، و مسلما درباره فرمش هم با شما صحبت خواهم کرد، چون به هر حال من فکر میکنم با این برنامه یک شنبه که اضافه شه تلویزیون پارس میتونم به جرئت بگم تنها تلویزیونی است که برنامه ورزشی ثابت داره و برنامه‌ریزی کرده براش، وقت براش گذاشته، برنامه‌ای که 3 روز در هفته پخش میشه و حداقل 3 بار هم باز پخش داره، یعنی هر روز تلویزیون پارس برنامه ورزشی داره. حالا ممکن جنبه خبری ما آنچنان قوی نباشه، ولی به هر حال نگاه خاص خود ما به ورزش هم از دیدگاه کارشناسانه هم از دیدگاه منافع ملی و مجموعاً دارای کارنامه است، دارای هویت ورزشیه، و این یه پشوانه است و مسلماً با برنامه یک شنبه ها تغییر تحولاتی در برنامه ها ایجاد خواهد شد و چهره های دیگه هم به عنوان مهمان یا چهره ثابت استفاده خواهیم کرد. قدر مسلم این همه تلاش در زمینه ورزش که سالم‌ترین به هر حال پدیده اجتماعی قرن حاضره، هم میتونه به شادابی نشاط خانواده‌ها کمک کنه، هم میتونه به بالا بردن سطح کیفی اطلاعات عمومی علاقمندان به برنامه تلویزیون نگاه کنه و هم کمک کنه، و همین که مجموعه‌ای بشه که به تدریج دارم بازم میگم گام به گام برسیم به مرحله‌ای که هر روز به طور زنده و لایو برنامه داشته باشیم و شما عزیزان هم با تازه‌ترین خبرهای ورزشی با
اطلاع بشین و ما بتونیم برنامه ویژه‌ای تو زمینه خاصی که به هر حال مد نظر اون هست پیدا کنیم. ولی من در نهایت باز برمیگردم به اون حرف همیشگیم، اینکه مصرف کننده نباشین. خواهشم اینه که مصرف کننده نباشین. اگر میخواییم واقعا برای اولین بار توی این 30 چند سال گذشته یک تلویزیون خارج از کشور یک هویت حرفه‌ای خوب در زمینه ورزشی به طور ثابت داشته باشه، به این برنامه کمک کنی، به تلویزیون پارس یعنی کمک کنی. من نمیدونم، از طریق همت عالی کمک میتونیم بکنی، از طریق دادن اسپانسرشیپ میتونی کمک کنی، از طریق دادن تبلیغات میتونی به تلویزیون پارس کمک کنی. به هر حال به تلویزیون پارس کمک کنید که اونم توانی بیشتری داشته باشه تا ما بتونیم برنامه پربارتری رو به شما ارائه کنیم. شاید بازم لازم باشه اشاره کنم که اگر این برنامه پربارتر باشه، ما گزارش ویژه‌ای و بیشتری رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. هدف این است که یک برنامه حرفه‌ای و با کیفیت رو به منظور شما بیاریم و شما هم حداقلش اینه که به تلویزیون پارس کمک کنید. تا پنجشنبه شما رو به خدای ایران میسپارم. شاد و سرفراز باشید.